غافلگیر کننده ناگهانی، به دنبال راه فرار بودن و آشکار شدن حقایق به ترتیب مرتبط با کدام یکی از حوادث قیامت. اول از همه شما باید ببینید حوادث قیامت 8 عامله و بچه های نظام قدیم اگر دارن میبینن 10 عامل بود برای اونا قدیم و توی منابع جدید 2 عامل با هم ادغام شده تقریبا میشه گفت. و حواستون باشه به اون ترتیب وقایع قیامت، بسیار بسیار مهمه. مثلا وقایع قیامت در مرحله اولش گفتیم اون صدای مهیب شنیده میشه، همه میمیرن و مدهوش میشن و آسمان و زمین به آسمان و زمینی دیگر تبدیل میشه، یعنی اون سور اول سلاحن یا صدای مهیب باعث مرگ همه میشه و حیات برچیده میشه بساطش، بعدش هم آسمان و زمین به آسمان و زمینی دیگر تبدیل میشه. دوباره در اون صدای مهیب شنیده میشه، این بار باعث همه زنده بشن و به دنبال راه فرار میگردن تو این عامل که حالا سوالم اینجا از همون قسمت تر شده. پس غافلگیر کننده از اون صدای اول یا صدای مهیب اوله، یعنی همون سور اول شنیده شدن صدای مهیب. پس دو و سه رفت، به دنبال راه فرار بوده واسه زنده شدن همه انسان هاست. اگه بلد نیستی بیا بعدیشو حل کن، به راحتی به نتیجه میرسی. ببین، شنیده شدن صدای مهیب، شنیده شدن صدای مهیب، شنیده شدن صدای مهیب، دوباره تو این گزینه استفاده کرد در صورتی که صحیح نیست. زنده شدن همه انسان ها بلد نیستی، آشکار شدن حقایق که کاملا مشخصه به حضور شاهدان و گواهان مربوط نیست و واسه کنار رفتن پرده از حقایق عالمه. میگیم این که زمین روشن میشه به نور پروردگار، یعنی حقایق در پیشگاه خدا آشکار میشه و اون پرده و حجاب برداشته میشه، باعث آشکار شدن خیلی از وقایع زمین خواهد شد. گزینه 4 پس پاسخ تستمون، غافلگیر کننده ناگهانی سور اوله، زنده شدن همه انسان ها به دنبال راه فرار بودن و آشکار شدن حقایق یعنی کنار رفتن پرده از حقایق عالم، گزینه 4 پاسخ تستمونه که با هم حل کردیم.